تحقیقات گسترده دستگاه امنیتی بلژیک درباره حملات تروریستی 22 مارس در بروکسل سرنخ‌های بسیاری را درباره هسته‌های گروه دولت اسلامی مشهور به داعش در اروپا به دست داده. در تصویری که دوربین مداربسته فرودگاه ضبط کرده، سه مزنون دیده میشوند که دو تن از آنان خود را در فرودگاه منفجر کردند. سومین مزنون که در تصویر عینک به صورت زده و کلاه بر سر دارد، همچنان هویتش شناسایی نشده و متواری است گمان می رود که این مزنون بمب را در پایانه فرودگاه رها کرده و پس از عملیات انتحاری دو همدستش گریخته باشد ابراهیم بکراوی تبعی بلژیک و 29 ساله پیشتر به جرم ارتکاب به سرقت به 10 سال زندان محکوم شده بود نجیم لشراوی تبعی بلژیک و 25 ساله در سال 2013 به سوریه رفته بود و از وی به عنوان سازنده جلیقه های انفجاری حملات پاریس یاد می شود. فرد سوم اکنون از خطرناک این مزنونان در اروپا به شمار می رود و جستجو برای یافتن نشانی از وی ادامه دارد. پیشتر شخصی به اشتباه به جای وی بازداشت شده بود که پس از چهار روز آزاد شد. خالد بکراوی بمبگذار انتحاری ایستگاه مترو در بروکسل برادر ابراهیم بکراوی از عاملان انفجار در فرودگاه این شهر بود این تبعی بلژیک 27 سال داشت و به جرم ارتکاب به سرقت به 5 سال زندان محکوم شده بود وی با هویتی جلی توانسته بود آپارتمانی را اجاره کرده و در اختیار عاملان حملات 13 نوامبر پاریس بگذارد تنها چهار روز پیش از این حملات در بروکسل صلاح عبدالسلام از عاملان حملات پاریس به دست نیروهای امنیتی بلژیک در منطقه مولنبک دستگیر شد. جستجو برای دستگیری عبدالسلام بیش از چهار ماه به طول انجامید و 26 ساله و طبعی فرانسه است. ابراهیم برادر صلاح عبدالسلام 31 ساله نیز که به اتهام تلاش برای پیوستن به داعش از ترکیه مسترد شده بود 13 نوامبر با سلاح گرم به مردمی که در محوطه بیرونی یک رستوران بودند یورش برد این تصاویر او را تنها دو روز پیش از حملات پاریس نشان می‌دهد در این تصاویر او به همراه برادرش صلاح و محمد ابرینی و خودرویی که در حملات پاریس به کار گرفته شد دیده می شود. محمد ابرینی سی و یک ساله تابعیت بلژیک را دارد و نامش در فهرست سیاه اشخاصی است که در سراسر اروپا تحت تعقیب هستند او نیز از عاملان حملات تروریستی پاریس است رزا کریکیت سی و چهار ساله و طبعی فرانسه دیگر مزنونیست است که روز پنجشنبه توسط پلیس در حوالی پاریس بازداشت شد وی که سابقه سرقت دارد پیشتر با حکم قیابی دادگاهی در بلژیک به دلیل عضوگیری برای داعش محکوم شناخته شده بود جمال دینوالی والی چهل ساله نیز اهل الجزایر است که در جنوب ایتالیا بازداشت شده است